تشه آزادی بخش ملی ایران شماره دو هموطنان سلام بر شهیدان درود و همه مجروحان و مسلومان قیام سراسری با تبریک به قهرمانان و دلاورانی که امشب فرمانداری ها و مراکز سپاه و قضائیه و دفاتر امام جمعه های ریایی و مراکز قارت وابسته به سپاه پاسداران را در شهرهای مختلف از جمله درود و عراق و کرج و بندر عباس و زنجان و ملایر تسخیر یا منهدم کردند ایران زمین با خلق اسیرش به و صبح نزدیک است حاکمیت آخوند و سلطنت فقیه باید پایان یابد و با حاکمیت مردم و رأی جمهور مردم جایگزین شود دست مریزاد که امروز شنبه نه دیماه بیش از چهل شهر به بادکنک ولایت در روزی که برایش سراپا آماده منور قدرت شده بود با فضیحت ترکید رژیم به واقع در بنبست و مستعصل است اگر شلی کند شعل بالا میگیرد و اگر نکند قیام گسترش مییابد کمال مطلوب ما البته گزار مسالمت آمیز و پرهیز از خون ریزی است یک به این منظور خامنه ای و دایناسورهای خبرگان و رئیس جمهور ارتجا باید گورشان را گم کنند و کنار بروند به خلیفه ارتجا میگوییم سی سال ولایت و سلطنت مطلقه با ارتزاق از جنگ های کویت و افغانستان و عراق و ارتزاق از مماشات و القاعده و داعش بس است حالا دیگر بلند شو و الا مردم از تخت ولایت بلندت میکنند و بر زمین میکوبند. کوبند. به شیخک شیاد آخوند روحانی که با اسبک و زینک برجام و با امدادهای استعماری کلید نجات نظام ولایت را به دست گرفته بود میگوییم به راستی که عجل نظام منفور ضد ایرانی ولایت فقیه فرا رسیده است مرگ از شش سو دو به گران و زندانبانها و امیه جمعه و همه سرکردگان رژیم در مراکز سرکوب و دجالیت از سپاه پاسداران تا بسیج و رادیو تلویزیون توصیه میکنم در اسرع وقت جان به در ببرند و الا به سختی کیفر خواهند دید سه هموطنان آزاده و جوانان شورشگر باید در اولین فرصت شوراهای مقاومت را در همه محلات و شهرها و روستاها تشکیل بدهند و با کمک تیمها، دسته ها و یکانهای ارتش آزادی بخش ملی کنترل مراکز و دوایر حکومتی مخصوصا رادیو و تلویزیون را به دست بگیرند چهار حق مسلم رزمندگان آزادی و کلیه واحد های ارتش آزادی بخش ملی است که برای دفاع از خلق و میهن و برای جلوگیری از خونریزی توسط سپاه و بسیج و اطلاعات آخوندی مجهز و آماده شوند تمامی سلاح ها و امکانات متعلق به مردم ایران و فرزندان دلیر این خلق بپا خواسته است رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی مردم ایران زامن پیروزی محتوم خلق ماست مرگ بر اصل ولایت فقیه زنده باد ارتش آزادی پیش به سوی سرنگونی دشمن ضد بشری